کار تطبیق 7 پروژه جاده‌سازی در ولایت هرات با ارزش بیش از 700 میلیون افغانی آغاز شد. این پروژه ها در ولسوالی های مختلف از جمله گذره، اوبه، رباط‌سنگی، قریان و چند ولسوالی دیگر راه‌اندازی شده است که طی یک سال آینده به بهره برداری سپرده خواهد شد. به همین منظور صبح امروز مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات کشور وارد ولایت هرات شد و در نخستین اقدام کار ساخت 17 کیلومتر جاده را در ولسوالی گذره افتتاح نمود. گاف پروژه را و اش پروژه را که ما یادآور شدیم که در بخش ایشیز بالاتر از 700 میلیون افغانی هستی نداره و در ولسوالی های و محلات مختلف است. گفته می شود به صورت مجموعی از 7 پروژه وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت هرات حدود 30,000 خانواده مستفید می شوند. سرک های روستایی یا دهاتی در اقتصاد روستاها فوق العاده مفید است، بر علاوه خدمات اجتماعی مثل معارف و صحت که کمک می کنند، بلکه تمام محصولات دهات روستاها را به مارکت ها می رساند و این سرک ها به مو هدف اینا چیز میشن، اعمار میشن. و خوشی در اینجاست که اکثریت از پروژه ها اسفالت است، یعنی پروژه های یک بار مصرف نیست. بودجه یعنی بسکشی، ای تو عادی نیست که کس خواسته باشه بودجه بگیره. بسیار به زحمت میتونین به اون شکل بسکشی و کلاه شما در مجموع زحمت خود کشیدن و توانستن دستاورد داشته باشن. یعنی امروز شما میرین، ما به منطقه سیوشان 7.5 کیلومتر اسفالت دارین، اونی در اوبه به عین شکل، در جاهای دیگه به عین شکل. افتتاح این پروژه مورد استقبال ساکنان ولسوالی گذره هرات نیز قرار گرفته است. این دو ولسوالی دیگر هم به ولسوالی گذره اینا وصل میکنه. ما از این پروژه بسیار احساس خوشی میکنیم و خوشیم از این پروژه. هیچ مشکلی باقی نمیمونند، چون یک منطقه محصولاتی و باغداری و میوه‌داری از این ناحیه بسیار رنج میبردن مردم. همیشه میوه‌جات از اینا خراب میشد تا به شهر انتقال میکرد و دیر میرسید و اسباب وسایل ترانزیت هم به مشکلات داشتن. حالا کلا اینا برطرف میشه، دیگه یک نفع کامل به محیط و منطقه و به اقتصاد مردم میشه. این در حالی است که طی سال مالی گذشته 8 پروژه وزارت احیا و انکشاف دهات در هرات به دلیل نبود بودجه کافی از تطبیق بازمانده است. از سوی هم در سال مالی جدید این وزارت حدود 31 پروژه انکشافی را به ولایت هرات اختصاص داده است. وزیر احیا و انکشاف دهات کشور تعهد میکند که از این پروژه ها وجود دارد و در سال مالی جاری این پروژه ها به گونه متوازن در ولسوالی های هرات راه‌اندازی می‌گردد. در حدود 31 پروژه ما در پلان داریم و پلان طوری داریم که بودجه هم برشان داریم و انشالله امیدوار هستیم که همین 31 پروژه را که در بخش‌های مختلف است، در سکتورهای مختلف است، انشالله همون بودجه که داریم به مو طریقی شفافش انشالله به مصرف خواهد رسید و پروژه های 31 که ما میگیم تطبیق خواهد شد. این نخستین سفر مجیب الرحمن کرمی پس از گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس نمایندگان به ایست وزیر احیا و انکشاف دهات به ولایت هرات می باشد. قابل یادآوری است که وزارت احیا و انکشاف دهات جدا از این پروژه انکشافی از طریق برنامه میثاق شهروندی نیز برنامه های بزرگ زیربنایی روی دست دارد.